سلام، در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی من عطیه نیکنس و همراه همکارم میلاد رسایمنش با شما هستیم. خب من اول برنامه عذرخواهی بکنم به خاطر صدای گرفتم، من کمی سرما خوردم، خیلی شدید نیست اما خب شاید صدای خوبی نداشته باشم. ما در این برنامه ها مثل همیشه اخبار مهم در حوزه خدا ناباوری و اکس مسلم رو پوشش میدیم. خب میلاد اگر موافق باشی بازم مثل همیشه از خبر خودت شروع کن. حتما عطیه جان، سلام میکنم بهت و سلام به مخاطبین عزیز تلویزیون اکس مسلم. خیلی ممنون که علیرغم سرماخوردگی خودتو رسوندی به این برنامه. فکر میکنم برنامه خیلی مصور و پرپیمونی هم داشته باشیم. توصیه میکنم به همه مخاطبین عزیزمون از کانال جدید، از پلتفرم اکس مسلم و از اسپاتیفای که و تلگرام اگه پادکست رو میشنوید که تا آخر برنامه رو گوش بدید. ویدیویی دوستان پخش شد و وایرال شد از پدر روح الله عجمیان. روح الله عجمیان کیه؟ روح الله عجمیان یک بسیجی مزدوره که در 40مین سالگرد حدیث نجفی وقتی که مردم در حقیقت در اون مراسم در کرج شرکت میکردند، یه عده بسیجی و اوباش اسلامی ریختند به مردم حمله کردند و این روح الله عجمیان یک بسیجی مزدوره، واقعا بیشرفی بود که اونجا توسط مردم و خلاصه به حسابش رسیدند، یعنی به مردم حمله کردند و مردم پاسخ دادن و این فرد کشته شد در اون در حقیقت اتفاقات. بعد از بیش از یک سال و اینکه به هر صورت دادگاه‌های متعددی تشکیل شد و تعداد زیادی از جوانای عزیز ما کشته شدن و اعدام شدن که حالا بهش اشاره خواهم کرد در آینده در ادامه در حقیقت برنامه، یه ویدیویی در حقیقت از مصاحبه با پدر واقعا این جانور وایرال شده. این ویدیو رو ببینید، کمی طولانیه، حدود 3 دقیقه است، ولی حاوی نکات مهمیه. ببینیم و برگردیم من بحث خودم رو ارائه میدم. یکی هم ناراحتی شو این مسئولین قوه قضایی اینو بعد مسئولینی که دخالت بیجا میکنن تو پرونده ها مشکلشون. الان شهید آرمان علی وردی سال پسرش شهید شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرشه. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش رو بکشه با اونجا دیگه 8 نفر هم آزاد میشه. همچنین که قاتلای پسر من رو آزاد کرد، میترسیم بره اونو رو هم آزاد کن. نه حاج آقا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد و نگران نباشید. بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از اون ور خراب میکنه. نه مطمئن باشید. مشاور رهبر تو بل. این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی بله میدونم، چون شما به عنوان یک پدر بله میدونم شما به عنوان یک پدر شهید به موضوع رفیق قافله است. نه میدونی شما به عنوان یک پدر شهید نگاه میکنید، داغ دارید، کاملا حق دارید، کاملا در این مورد حق با شماست، اما اعتماد کنید به سیستم قضایی، مطمئن باشید که تمام تلاش در این یک سال و بعد از این و قبل از اون همیشه بله، بوده برای اینکه عدالت برگزار بشه. تلاش خودش هم کرد برای بچه ایمن، ولی سیستم ولایتی به هم میزه. نه درست میشه آج آقا، مطمئن باشید قطعا به نتیجه میرسه. ایدام نشدن، من یه سوال از شما دارم. تو زندانن اونم مشخص نیست زندانن. امروز شما برنامه ای دارید برای برگزاری مراسم شهید روح الله عجمیان؟ یعنی مردم میتونن شرکت بکنن؟ از این جهت میپرسم. برنامه دارم، تو داری حرف ما رو میپیچونی. ما راجبش صحبت کردیم. اینجا صحبت میکنی یا نباید بیارید یا حرف نباید بپیچونید. نه تو حرف رو نبیشیم. شما من به شما عرض کردم، گفتم چون شما یک پدر شهید هستید و داغ دارید، شما نمیتونید راجع به موضوع الان خیلی عادلانه نگاه بکنید، ولی سیستم قضایی کشور نه تنها به این موضوع، به تمامی موضوعات مطمئن باشید عادلانه نگاه بکنید. اگر این اتفاق نیفته مراجع قضایی بالاتری هم وجود داره که به این قضیه رسیدگی بکنه. آج آقا فقط یک نفر، یک آدم، یک نیاری تو مسابقه یا حرفش رو نبشید. خانواده شهدا همیشه در رسانه، در تلویزیون، برای همه کسایی که اینجا کار میکنند چون میگن آقا درباره ولایتی چیزی نگو، ولی مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید، من ترس ندارم. نه حاج آقا اصلا این چه حرفیه؟ چون برو ببین، برو قوه قضاییه، برو در دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کار کرده، ولی شما صدا و سیما میترسید، ترس دارید ازش. من گروک و پوسکن نمیگم. اون دفعه من اومدم گفتم بگو من صحبت نمی کنم. گفتن نه آقا تا اینجا اومدی صحبت کن، دفعه دیگه منو دعوت نکنی، ازت خواهش میکنم.
نه من سکوت کردم، شما صحبت کنید دیگه. نه دیگه، دفعه دیگه من دعوت نکن، چون شما طرفدار ولایتی، ولایتی قاتل پسر منه. سلامت باشید، متشکرم. ما حتما درخواست های شما رو مطالبه میکنیم، همینطور که در رسانه مطالبه شد الان ادامه هم مطالبه میکنیم. دعوت کنید. متشکرم از همه شما بینندگان. یک بخشی رو ببینید برمیگردیم. آقای مقدس، بله میدونید داره چی میگه؟ داره میگه چرا کم کشتید، چرا جمهوری اسلامی کم کشت. یه جوانک مزدوری ایشون پدرش بوده، رفته به مردم حمله کرده، مردم هم جوابشو دادن، بعد یک جماعتی رو گرفتن دادگاهی کردن سر این پرونده. همین روح الله عجمیان، دو نفر از عزیزترین و شریفترین شهروندان ما، یعنی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی اعدام شدن. اینقدر واقعا ناراحت کننده و مظلومانه. اجازه بدید عکس این دو عزیزم اینجا اگه بتونم پیداش بکنم بهتون نشون بدم. بعد ایشون اومده اینجور قلدر مآبانه صحبت میکنه، میگه که چرا در حقیقت کمتر کشتیم. و بعد ولایتی، حالا معلومه این داستان ولایتی چیه، احتمالا یه جنگای بین خودشون هست، اجازه نداده که قوه قضاییه بیشتر بکشه. واقعا اصلا آدم حیرت میکنه که اینا چه جور جانورانی هستن. این تصویری هست از مهدی کرمی و سید محمد حسینی، دو جوانی که به خاطر آقازاده ایشون اعدام شدن. پدر مهدی کرمی، ماشاءالله کرمی، مدت هاست در زندانه. و حالا دیگه بگذاریم اون ویدیوهایی که در اومد، که صحبتایی که شد. مهدی حسینی هم که اصلا انقدر این آدم بیکس بود که حتی کسی نبود براش عزاداری بکنه. واقعا شما خجالت نمی‌کنید این چه جور جانورانی هستن اینا؟ بعد میاد توی صدا و سیما از استودیو هم پا میشه میره بیرون. نکته سر اینه دوستان، ببینید ما در حقیقت وقتی که حرف از اسلام میزنیم تو این دوره زمونه، در رابطه با یک تعدادی لومپن صحبت میکنیم که دستشون به خون مردم آلوده است و با جنایت علیه مردم در حقیقت حکومت خودشون رو دوام و قوام میبخشن. و بعد هم الان در رابطه با این بحث روح الله عجمیان، پدرش اومده میگه چرا کمتر کشید، احتمالاً پول بیشتری میخواد، فاند بیشتری میخواد. ما خانواده شهدا هستیم، شما خانواده شهدا نیستید، شما یه جنایتکار قاتلید بر علیه مردم. این مردم گروگان گرفت. حالا حتیه تو بخش خودش صحبت خواهد کرد. یه ویدیوی دیگه هم هستش از تظاهرات طرفداران جمهوری اسلامی در لندن، این رو هم ببینید. بعد من یک دقیقه جنبندی ما انجام میدم. قبلش بذارید تشکر بکنم از این دوستمون در لندن، زهرا ساعدی پناه، که این ویدیوهای عالی رو میگیره. این ویدیو رو بگید، به نظرم به بحث من مربوطه. یک دقیقه بعدش جنبندیم رو هم ارائه خواهم داد. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، تصویر در حقیقت این روزهای اروپا هست که ببینید اوباش و لومپناشون، اون روح الله عجمیان و پدرشه که داخل ایرانی کار میکنه، اینم اوباششون در لندن هست. نکته سر اینه که من خیلی با دیدن این تصاویر اون مقاله درخشانه و اون سخنرانی درخشان منصور حکمت میفتم که اسلام بخش از لومپنیزم موجود در جامعه است. یعنی نه به این معنا که همه مسلمانان و کسانی که تفکرات مذهبی و اسپریچوال دارن آدمای لومپن و بدی هستن در دنیا، حتما اینطور نیست، ولی اکثر کسانی که لومپن هستن یه تمای اسلامی هم دارن، به خصوص تو منطقه خاورمیانه.
یعنی تو برنامه قبلی هم من معاشره کردیم که بر اساس اسلام یعنی سرکوب و لومپنیزم به یک در حقیقت درجه‌ای به خصوص کسانی که به حکومت وصلن رسیدن که به خودشون اجازه میدن قداره بکشن، جنایت بکنن و مردم رو تهدید بکنن و بعضن و بعد از این که به هر صورت یه جامعه هزینه میده و به اصطلاح دو نفرم حتی اعدام میشن، باز به خودش اجازه میده مثلا پدر روح الله عجمیان بیاد بگه که چرا کمتر کشید و علی اکبر ولایتی اجازه نداده که در حقیقت دستگاه خونریز اسلامی بیشتر آدم بکشه. من میخوام رو این نکته انگشت بذارم که اسلام در حقیقت ماشین سرکوب شهروند خاورمیانه ای هست، ازش استفاده میشه برای در حقیقت سرکوب جنبش های پیشرو سکولار چپ و انقلابی و خب ما بروزاتش رو میبینیم وقتی که جنگ به این شکل به وجود میاد در خیابون های لندن و کشور اروپایی و غربی برای مردم و برای مردم آزادی خواه قد داره میکشن از این مبارزه‌ای که از این تظاهراتی که مردم بر علیه جنگ در حمایت از حقوق مردمی که دارن به ظلم توسط ارتش اسرائیل سلاخی میشن در غزه اومدن به اون دارن اعتراض میکنن، اینا از این فرصت استفاده میکنن که اوباش خودشونو به خیابون بیارن و در حقیقت بروز خیابانی داشته باشن، در داخل کشورم که میزنن میکشن جنایت میکنن و به این طریق یه مشت آخونده از گور برخواسته در حقیقت تسلط پیدا کردن رو کشور غنی ثروتمند و این مردم واقعا پیشرو و آگاه ایران. جای تاسف فقط نکته آخر رو بگم، اینو میخوام روش انگشت بذارم که لومپنیزم با اسلامیزم گره خورده و در نتیجه اسلام در سال 2023 یعنی لومپنیزم، یعنی سرکوب، یعنی چماق، یعنی اسید پاشی، یعنی اعدام، یعنی جنایت علیه هر انسانی که آزادی خواهی داره، به خصوص شهروند خاورمیانه و به خصوص جوانان و مردمی که در داخل ایران صحبت میکنن زندگی میکنن و برای آزادی مبارزه میکنن. مرسی میلان از خبری که پیش پوشش داره و ویدیوات. خب ببین در ادامه حرفات واقعا برای چی ما میگیم این اساسا این دین، این تفکر، این ایدئولوژی خیلی خطرناکه؟ برای اینکه شما ببین در یک سیستمی که این ایدئولوژی هست حاکمه، ببین چطور مردم رو، تفکرات مردم رو تغییر داده از انسانیت به توحش، که یک انسانی مثل پدر همین فردی که تو درگیری کشته شده اومده اینجا نشسته و یه همچین حرفایی میزنه. یعنی میخوام بگم که سیستم به این اجازه داده، مثل دقیقاً اینکه یک نفر به اسم ناموس، به اسم غیرت دخترش رو، سرش رو با داس میبره، میدونه که حکومت و قانون پشتشه و اون کشته نمیشه به عنوان اینکه پدر اون فرد بوده. برای همین اینا همه نشوندنده یک سیستم بسیار فاسد، یک سیستم جنایتکار، یک سیستم بسیار مریض که درون هر آدمی تو اون باشه، تو اون سیستم باشه مریض میشه ناخودآگاه. برای همین بسیار مهمه که علیه این جنبش مبارزه بکنیم و متشکل بشیم علیه این جنبش. خب با توجه به وقت کمی که داریم، من خبر خودم رو سریع به سراغش میرم. یک سری اخیراً، یعنی این چیز جدیدی نیست که ما یک سری سلبریتی حکومتی داریم، حالا هر مرحله یکیشون پا به عرصه میذاره و میاد فداکاری میکنه بر رژیم اسلامی، از اینها کم نبودیم. این یکی از این سلبریتی هایی که حالا اخیراً خیلی پررنگ شده و خیلی داره فعالیت میکنه و افاضات میکنه، منصور معصومی هست که حالا خیلی هم بهش میگن از این خانم جلسه یاس و اینا. یه ویدیو آماده کردیم، اگر اینکه مایل باشین اول این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، بعد من در موردش صحبت میکنم. خیلی امید نداریم. یعنی ببینید یه شب مثل دیشب، رسانه صدا سیما یکی از ثروت‌های ما صدا سیماست، یه شب مثل دیشب آقای رائفی پور رو دعوت می‌کنن، یکم مثل پریشب آقای افتحی یا مثلا آقای جهرومی. من موندم این تضادها رو چجوری ما باید هضمش کنیم. بعدش هم که ما اعتراض می‌کنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه‌ندونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی‌ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه. ثانیا حالا شما میخواید اونا رو هم همراه کنید، حتما باید فضا رو مسموم کنید. اینجا شما بردید صدا سیما، یا آقای ابتهی، آقای جهرمی بردن اومدن صحبت. خب اولا که ببین، وقتی ما میگیم که کشور اسلامی ما نداریم، کشور اسلام زده داریم، ببین دلش همینه واقعا. یک سری آدم جنایتکار، یک گله آدم متوحش حمله میکنن به یک سرزمینی و فکر میکنن که اون سرزمین مال خودشونه.
بعد جالب اینجاست که حالا بعد از یه مدتی دقیقاً این یه سری دزد که یه سری اموال رو میدزدن، وقتی میخوان با هم تقسیمش کنن بین همدیگه دعواشون میشه، اینا هم دقیقاً همینطوری هست. حالا دعواهای درون سازمانی خودشون که خودشون با خودشون نمیتونن کنار بیان و دارن سر غنیمت‌های جنگی احتمالاً میجنگن و اینکه این میکشه میگه مملکت منه، اون میکشه میگه مال منه، دعواشون شده. این دعواشون رو توی رسانه و مدیا هم آوردن و اینکه با پررویی تمام بعد از اینکه دارن میبینن مردم چجوری مبارزه میکنن و مردم چقدر مخالفن با یک از اساسا با اصل نظام جمهوری اسلامی مخالفن، با تمام این جنایتاش مخالفن، با قوانین ضد انسانیش، با قوانین ضد زنش، ضد کودکش، با تمام این قوانین سرکوبگرانش مخالفن، میان یه همچین شعاری رو اجرا میکنم و یه همچین افاضاتی رو توی صدا سیما انجام میدم. و با توجه به اینکه صدا سیما دقیقا یکی از تریبونهای جمهوری اسلامیه، یعنی منظورم که هرچی دارن بازم کمه به نظرشون، الان با توجه به اینکه یکی از تریبوناشه کلن صدا سیما داره برای جمهوری اسلامی، یعنی تبلیغ جمهوری اسلامی برای یکی از سیستمایی که سیستم پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو واقعا تبلیغ میکنه، صدای اون پروپاگانداست، این خانم تازه به نظرش خیلی کم این اتفاق افتاده و باید خیلی بیشتر این اتفاق بیاد. و میخوام بگم که این تمامیت خواهی و این قلوری، این پرروبازی، این جنایت واقعا داره میچکه ازشون. البته این خانم اولین بارش نیست که این کار کرده، تا حالا چندین بار از این افاضات داشته و اصلا دخترش هم در این زمینه خیلی فعالیت میکنه. فکر میکنم اصلا خودش هم یه کانالی داشته باشه، یه کانال یوتیوبی چیز داره که همین ویدیوهای جذابش رو در اون به نمایش میذاره. برای همین دارم میگم که اینها تماما نشون دهنده اینه که چقدر واقعا اساس و بنیاد انسان اسلام چقدر واقعا اساسا غیر انسانیه، چقدر توحش توشه و این انسان ها چطوری که شما فکر میکنین که این اقلیت ها که اصلا از نظر من اقلیت نیستن، انسان های دیگه ای که مثل شما فکر نمیکنن جایی تو این جامعه ندارن، که اتفاقا خیلی هم بیشترن. یعنی میخوام بگم شما وقتی نگاه میکنی زنانی که واقعا برابری طلب هستن، آزادی خواه هستن و نمیخوان مثل تو یک زن قربانی باشن، یک زن قربانی که حالا با وجود اینکه قربانی اون لچکم سرشه اومده اینجا داره تبلیغ یک سیستم ضد زن رو میکنه و شاکی از اینکه حالا چرا اون کسی که تو سیستم خودمونه حالا یه ذره با ما متفاوته رو دعوت کردید. میخوام بگم که چطور ممکنه که شما این بخش عظیم از جامعه رو میخواین نبینین، این بخش عظیم از جامعه که همجنسگرا هستن شما نمیخوای ببینی، چطوره که شما کودکان رو کلن فراموش میکنی و میگی که با توجه به اینکه ما میدونیم به خاطر قوانین اسلامی که در رژیم اسلامی حکم فرماست کودکان اصلا جایی ندارن، اصلا کودک هیچ قانونی هیچ حقی نداره در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، برای همین شما چطور ممکنه که این بخش عظیم از انسانها رو نمیبینی؟ چطوره که چشمت رو این قضیه میبندی که هر روز کارگران نفت دارن تظاهرات میکنن، هر روز بازنشسته ها دارن تظاهرات میکنن، هر روز به دلیل فقر موجود در جامعه هزاران کودک داره کشته میشه، هزاران انسان دچار فقر جسمانی هستن، دچار فقر غذا هستن، چطوره که شما چشمت رو همه اینا میبندی؟ این اگه مملکت شماست، اگه واقعا شما اونجا رو برای خودت میبینی، چرا دست به ویرانیش زدی؟ چطوره که هر جای ایران رو بلند میکنیم داره مخروبه میشه، خراب میشه؟ من حرفم رو جمع‌بندی بکنم، ببین دقیقاً این جنبش اسلام سیاسی که ما داریم میگیم بسیار خطرناکه، انسان کشه و کلن کمر به این بسته که نه فقط در ایران، نه فقط در کشورهای دیگه اسلام زده نفس کشیدن رو از انسان‌ها بگیره و میخواد در کل دنیا این کار رو بکنه. همینه که شما دارین میبینین که یه خانومی با یک همچین وقاحت کامل میاد تو تلویزیون و میگه که مال ما هست، اصلا همه چی مال ما هست و شما چرا نظرم، چرا دیگران رو دعوت میکنین اینجا؟ مثل همون خانومی که چند وقت پیش برگشته و گفته بود که هر کی هم ناراحته میتونه از اینجا بره. برای همین اینا همه نشون دهنده اینه که چقدر ضرورت داره علیه یک همچین جنبش خطرناکی ما مبارزه بکنیم
کنیم و در میدان باشیم، حرفمون رو بزنیم و واقعا در پی مبارزات درخشان مردم در انقلاب زن زندگی آزادی ادامه مبارزات اونها رو بدیم و بپیوندیم به این مبارزات. میراد ممنون میشم اگر نکته نظری داری بشنوم. حتما نتیجه جان، مرسی از تحلیل خوبت و خبری که ارائه دادی. بعد سیاسیشو خیلی خوب توضیح داد عتیه و اینکه بحث چقدر مرتبطه به برسات مردمی که امروز دارن در ایران زندگی میکنن. اما اجازه بدید من بهانه ای شد صحبت‌های این فرد که گویی صاحب مملکت هستن و همونجوری که عتیه گفت گویی یک مش اوباش اسلامی حمله کردن به سرزمین ایران و مردم رو گروگان گرفتن و اون در حقیقت مملکت رو ارث پدری خودشون میدونن و یا غنیمت جنگی میدونن، بهانه ای شد که من برم به این وبسایت ویکیفق که اجازه بدید بهتون نشون بدم نگاهی بندازم به وعده هایی که قرآن به مسلمانان داده در رابطه با پیروزی، که همینجوری که میبینید یک لیست در حقیقت اینجا هست از وعده نزدیک بودن زمان پیروزی، در حقیقت سوره بقره آیه 240 و 214، وعده پیروزی صالحان، وعده پیروزی در زبور، وعده پیروزی بر مشرکان، وعده پیروزی به حضرت عیسی و همینطوری که شما نگاه میکنید اینجا یک لیستی از وعده وعید و برسات اینکه زمین و کل دنیا متعلق به مسلمانان هست و با اینها پیروز خواهند شد و تمام دنیا را تسخیر خواهند کرد، یک لیست 16 یا 17 تایی حداقل اینجا در حقیقت آماده شده که نشون میده که چطور در قرآنشون این هست. و مثلا از همه جالبترش به نظر من این مورد در حقیقت اگر اشتباه نکنم مورد این همین در حقیقت مورد ششش هست، وعده پیروزی در غزه، در غزوه بعد. ببخشید ما در تو با اسرائیل و فلسطین صحبت کردیم که در حقیقت همش به غزه و اسرائیل میره و اینجا به صراحت اشاره میکنه در حقیقت سوره انفال آیه 7 و 8 که به وضوح در حقیقت اشاره میکنه که اموال در حقیقت کفار و اون به هر صورت غنایمی که جذب میکنید در پروسه جنگ متعلق به شماست و شما اصلا صاحب اینها هستید و حتی وعده میده که بیشتر حتی خدا بهتون میده. یعنی این چیزی که شما میبینید رفتید گرفتید به هر صورت به مردم مسلط شدید، اموالشون رو گرفتید، زمیناشون رو گرفتید، بیشتر هم حتی خدا بهتون در الله در آینده خواهد داد. یعنی من میخوام بهتون بگم این بخشی از اون جوهره تفکر مذهبی هست. حالا جالبه الان اعوان و انصارشون میان میگن که مثلا صهیونیستا مذهب نجات پرستانه رو پروموت میکنن و میگن این زمین متعلقه به ماست، حال اینکه در خود اسلام این هست و اصلا در رفتارشون اینو میبینیم، مملکت و مال خودشون میدونن. یه سری اسلامیست هستن غالب شدن مثل راهزنها، مردم رو گروگان گرفتن و اونجا رو ملک خودشون میدونن. صدا و سیما میگه مال خود منه، مال ماست، ما باید همیشه اینجا صحبت بکنیم. اون خانمی هم که اشاره کرد عتیه میگه که هر کی هم دوست نداره جمع کنه بره، اعتراض هم بکنی اعدامت میکنن، زندانت میکنن، شکنجت میکنن و تو رو به عنوان شهروند درجه یک و کسی که متعلق به این سرزمینه به حساب نمیاد. این اصلا تفکر اسلامیه دوستان. تأسف باره، ناراحت کننده است، دردناکه، ولی جای تعجب نداره. اسلام همینه، تفکراتی که به ساحت قدسی وصلن همینن، تمامیت خواهن، فاشیستن، فقط خودشونو میبینن، فقط منافع خودشون رو میسنجن. من نرفتم از حدیث و نهج البلاغه مطلب بیارم که بگید اینا حدیث جعلیه نمیشه بهش استناد کرد، من از خود قرآن براتون فاکت آوردم که تو خود قرآن میگه همه اینا مال شما مسلمانانه. خب چه انتظاری دارید؟ به همین اعتبارم هست که اتفاقا بشر مدرن که حقوق بشر میفهمه، احترام به عقاید دیگران رو میفهمه، کرامت و حرمت انسانی میفهمه، باید از شر این اوباش اسلامی خلاص بشه دیگه. یعنی نقطه عظمت مبارزات ما من فکر میکنم تو همین ویدیو خیلی خیلی به وضوح میشه دیدش. عتیه جان من دیگه صحبتی ندارم. ممنون میلاد از توضیحات. من یه کوتاه بگم چون وقتمون خیلی کمه. دقیقاً به همین تبعیت اسلام که الان داریم میبینیم که در غزه به دلیل اقدامات تروریستی که حماس انجام داده، چون حماس میدونست که اگه حمله بکنه به اسرائیل، اسرائیل چه خواهد کرد. قطعاً کار اسرائیل هیچ توجیهی نداره، بمباران غزه هیچ توجیهی نداره، ولی میخوام بگم که شرایطی که در غزه هست همش مسببش اسرائیلی است. میخوام بگم که نقش حماس رو نمیشه در این زمینه فراموش کرد و اینکه الان طی گفته‌هایی که طی آمار و ارقام و اخباری که هست، زنانی که در غزه هستن در چه شرایطی هستن. من خواستم فقط اینو بگم، اگر واقعا اسلام دین انسانیته، این شرایط برای مردم نبود.
مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین و دوستان عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید میبینید. در مدیای آخر برنامه راه‌های ارتباطی ما هست، با ما از این طریق در ارتباط باشید. تا برنامه دیگه، روزگار خوشی داشته باشید.